بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه محیط تاریخی اسکاتلند پیشنهاد کرده است که مسجد مرکزی گلاسکو، یکی از اولین مساجد هدفمند در اسکاتلند، در رده ممتاز بناهای تاریخی قرار می گیرد. گفتنی است مسجد مرکزی گلاسکو ساخته شده در سالهای 1979 الی 1984 نمونه برجسته ای از طراحی مسجد هدفمند در اسکاتلند و نمونه قابل توجهی از استفاده از سبک معماری پست مدرن است. این اولین بنای مسجدی است که بر اساس سنت‌های معماری اسلامی در کشور اسکاتلند طراحی شده است و شامل حیات و باغی است که به جذابیت معماری آن می‌افزاید. بیش از 844 هزار نفر در فیلیپین تحت تأثیر باران‌های شدید و سیلاسا که ده روز پیش در جزایر مینداناو و لوزون رخ داد آسیب دیدند. بارندگی شدید مداوم که از هفته ژوئیه آغاز شد باعث جاری شدن سیل و رانش زمین در روستاهای کم ارتفاع شده است. تا کنون مقامات محلی تایید کردند که 8 نفر جان باختند، 21 نفر مجروح شدند و 2 نفر دیگر مفقود شدند. و خبری از کشور آفریقای لیبی. اداره کنترل مهاجرت غیرقانونی لیبی روز گذشته بیش از 700 مهاجر غیرقانونی را به کشورهای خود، یعنی نیجر و مصر، اخراج کرد. از زمان سقوط معمر قذافی در سال 2011، ناامنی و هرج و مرج در لیبی باعث شده است که بسیاری از مهاجران، عمدتاً آفریقایی، تلاش کنند تا از دریای مدیترانه عبور کرده و به سواحل اروپا برسند. در همین راستا عماد الطرابلسی، وزیر کشور لیبی، در اوایل ماه جولای گفت که تعداد اتباع خارجی در حال حاضر در لیبی حدود 2.5 میلیون نفر است که اکثر آنها بدون ویزا از مرزهای لیبی عبور کردند. واژگونی قایق مهاجران جان بیش از 10 مهاجر آفریقایی را گرفت و بیش از 150 نفر مفقود شدند. به گفته یک سازمان بین المللی مهاجرت IOM، پس از واژگونی قایق مهاجران در سواحل موریتانی که در مسیر اروپا در حرکت بودند، 15 مهاجر جان خود را از دست دادند و دست کم 150 نفر مفقود شدند. گفتنی است از 300 مهاجری که در قایق بودند، 120 نفر توسط گارد ساحلی موریتانی نجات یافتند. و خبری از ایران. امین افشار، رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران، از فوت 3 بیمار هموفیلی از ابتدای امسال تا کنون خبر داد و گفت که هر 3 این بیماران به دلیل کمبود دارو جان خود را از دست دادند. وی در ادامه گفت کمبودهای دارویی که تا کنون در شهرستانها شاهد بودیم حالا به تهران رسیده است. افشار با تأکید بر اینکه بیماران هموفیلی بدون دسترسی به دارو نمی توانند زندگی معمولی داشته باشند گفت نخستین وظیفه رئیس جمهور جبران کمبودهای دارویی است. یک مطالعه جدید شواهدی ارائه کرده است که نشان می‌دهد فعالیت‌های انسانی بارندگی جهانی را در قرن گذشته بی‌ثبات‌تر کرده است. این مطالعه افزایش سیستماتیک تغییرپذیری بارندگی را از دهه 1900 نشان می‌دهد که از مقیاس جهانی تا منطقه‌ای و از مقیاس‌های زمانی، روزانه تا درون فصلی را شامل می‌شود. محققان همچنین دریافتند که تغییرات روزانه بارندگی جهانی 1.2% در هر دهه افزایش یافته است. گوگل ادعا کرده است که تقریباً 2/3 مشاغل بریتانیا را میتوان با هوش مصنوعی تقویت کرد و تنها بخش کوچکی در معرض خطر است و به طور کامل هضم می‌شود.
به گفته این شرکت به جای نگرانی در مورد از دست دادن مشاغل ناشی از هوش مصنوعی، تمرکز باید روی پشتیبانی از میلیون‌ها بریتانیایی باشد که می‌توانند به روش‌های هوشمندانه‌تر و سریع‌تر با فناوری هوش مصنوعی کار کنند. بر اساس تحقیقات اندیشکده پابلیک فست، به سفارش گوگل 61% از مشاغل بریتانیا با هوش مصنوعی به طور اساسی تغییر خواهند کرد.